اینجا بخش خون بیمارستان کودکان تبریز است، یکی از ده ها مرکز تخصصی کشور که دیو بیرحم سرطان تمامی میهمانان خردسالش را به یک شکل آراسته. بچه من اسمش آیدا هست، مشکل سرطانی داره، هر روز باید پلاکت و خون بگیره. مشکلی که بیشتر داریم بیشتر توی فراورده های خونی با پلاکت هست. یکی از پردلهمترین روزها اون روزیه که واقعا آیا به دست من پلاکت میرسه یا نمیرسه، و این سخت‌ترین روزه برای من و هر مادر دیگه که بچهش اینجا تحت درمانه. پلاکت ها کوچکترین سلول های بافت خون هستند که نقش آنها کمک به انعقاد خون و جلوگیری از گسترش خونریزی است. این سلول های کوچک موارد مصرف گسترده‌ای دارند، به طوری که بسیار از بیماران شیمی درمانی، بخش سوختگی و تحت جراحی های بزرگ نیازمند دریافت واحد های مستمر و مطمئن از این فراورده ها هستند. اونایی که شیمی درمانی میشن جز موارد خیلی شایع تری هستند که با کاهش پلاکت مواجه هستند و حتما به اینا باید پلاکت تزریق بشه، چون در موارد که پلاکت تزریق نشه ممکنه خدای نکرده از دست بره. اما به دلیل ضعف در اطلاع رسانی و کمبود تجهیزات، میزان تولید پلاکت حتی در موفق ترین مراکز کشور به کمتر از 8% محدود میشه. من خواهش میکنم از مردم واقعا در این اهدای پلاکت حتما شرکت بکنن، چون واقعا یه مسئله حیاتیه برای بچه ها. چندمین باره برای اهدای پلاکت تشمیل؟ 33 یک ساله 14 مرتبه از اومدم پلاکت اهدا میکنم. چه چیزی باعث میشه که شما وقت انرژیتون رو بذارید بیاید اینجا برای اهدای پلاکت؟ رغبت و میل باطنی خودم که حداقل بتونم به یکی کمک کنم، و واقعا از این کارم خودم احساس لذت و رضایت بخشی دارم. شرایط اهدای پلاکت مثل اهدای خون هست و میزان پلاکتی که ما از اهدا کننده میگیریم خیلی کم هست، و همینطور در بعضی از بخش‌های بدن مثل تحال پلاکت به صورت ذخیره وجود داره. بعد از اهدای پلاکت این ذخیره‌های پلاکت آزاد میشن. قطره قطره های این ماده کهربای رنگ با اساره عشق و انسانیت و نودوسی در هم میامیزد تا باروقی از امید را در پیشگاه قنچه‌های رنگ پریده گزارش ما بگشاید. هر شخص سالم میتونه سالانه 24 بار پلاکت اهدا بکنه و پس از هر بار اهدا پلاکت هر دکس ظرف 48 ساعت جایگزین میشن. فراموش نکنیم بیماران بسیاری چشم انتظار خدمت شما هستند.